بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم سال روز شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام رو خدمت شما امیدوارم تا اینجای این ماه مبارک دست پر و پر از خیر و برکت برای شما بوده باشه خب ما دیشب راجع این صحبت کردیم که اگر یعنی در ادامه جلسات قبلی که یکی از بهترین راه مقابل با غضب که ما علکی پرخوشگر نباشیم عصبی نشیم اینه که حب دنیا و تعلقاتش رو تو دلمون بکشیم اینه که از بین ببریم خیلی چیزا درست میشه منتها به این سادگی ها نیستش برای کشتن حب دنیا هم بهترین کار اینه که از اون مسائلی شروع بکنیم که از ابتدای بچگی درگیرشون بودیم یعنی سیستم عصبی ما با این اخت شده اون چیه؟ اونم خوردنی هست. یکی از اسرار گرسنگی کشیدن همینه عرض کردیم بخش قدامی مغز به شدت فعال میکنه و اون بخشی که به شما پرهیزگاری یاد میده یعنی خیلی راحت سریع و هیجانی تصمیم نمیگیرید معقول و منطقی تصمیم میگیرید خب بعد فواید دیگر همینجوری گفتیم امروز مورد شیشم عرض بکنیم اینکه یکی دیگه از فواید روزه رهاندن ما از جسمه این اینطور به شما بگم این ما روح ما در بهترین شکل ممکن خلق شده لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم در بهترین تقویم اندازگیری ها خلق شده بعد همین رو چون من اسفل سافلین فرستادنش توی زمین درگیر این جرم و جنس و جسم باشه یعنی ما در بدترین اصلا دنیا یعنی پست از دنی میاد دیگه یعنی پسترین حالت ممکن ما رو قرار دادن این روح باید متمرکز این باشه یعنی از موقعی که روح در جنین دمیده میشه مأموریتش اینه که حواست به این باشه حواست به میشه اگه از این جدا بشه که کامل جدا بشه مرده قبض جان صورت گرفت منتها آرام آرام ما تو این مسیر باید کاری بکنیم که این روح دوباره متوجه به بالا بشه خود ما از بالای ما بالا میرویم یا مرحوم به آنگو مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک چند روزی قفسی ساختند از بدنم یعنی روح تو این بدن توی ای قفسی گیر افتاده حالا آروم آروم میخواد پر پرواز رو بره پرواز کنه بره بالا سعدی خیلی خوب میگه یکی میخواین شروع بکنی از همین قضات شروع کن اندرون از تعام خالی دار تا دران نور معرفت بینی وقتی اینقدر ما درگیر فقط یعنی روح ما متمرکز بر اینه که فقط هوایج این جسمو ردق و فتخ بکنه به چیز دیگه نمیرسه برای همین وقتی ما میخوابیم یعنی بدن استنبای میشه روح یه فرصتی پیدا میکنه یه چارجا میره سرک میکشه که این هم دو بخشه یکی واقعا اینه که آگاهی روح یه بخشش هم افکار روزانه ماست و بخشش هم مثلا ترکیب این دو تا با هم دیگه است تشخیصش هم به این سادگی ها نیستش ما کجا میفهمیم افکار روزانه ما روزمره ما نیست اونجا که خبر از غیب به ما میرسه آینده رو خواب همه ما تجربه اینجوری داریم آینده رو قشنگ برای شما مثلا یه اتفاق میفته که امکان نداره یعنی مثلا جور دیگه شما اینو بخواید مثلا به دست آورده باشید خب چون ممکنه یک جا مغز ما ضبط کرده باشه و ما خبر نداشته باشیم خب یعنی تو ناخودآگاه ما ثبت شده باشه و روح ما اونو و اونو ببینیم فکر کنیم از آینده خبر بر رسیده اما نه مواردی هست که من چون سال‌های گذشته مثالت از خودم هم گفتم خب دیگه من خیلی بازش نمی‌کنم حالا در واقع تمام بحث سر اینه آیا میخواد شبیه خدا بشید این صفات الله در ما تجلی کنه اگه او رحمان ما رحمان بشیم رحیم ما رحیم بشیم بخشنده ما ببخشیم راحت ببخشیم و صفاتی که نداره ما هم نداشته باشیم کینه ای نیست هرس نداره خب اینا رو ما نداشته باشیم خب بسم الله شما دوست داری این در... روح درگیر جسم بمونه یا روحتون رو جولان بدید در انوار الهی بره غرق بشه از این منزل دروغینی که الان درگیرشه یه کمی فاصله بگیره همه اتفاق همینه میگه چشم بند آن جهان حلق و دهان میگه این چون چشمون بسون اون دنیا رو نمیبینیم همین حلق و دهان این دهان بربند تا بینی ایان تا بتونی قشنگ همه چی رو ببینی تا هوا تازه است هوا یعنی هوس دیگه ایمان تازه نیست این دهان جز قفل آن دروازه نیست میگه این دهن شما قفله که اون دروازه رو بسته همینه تو باید داریم که خودش شکم سیری بدش میاد ببین این باز به این معنی نیستش که آقا نمیدونم مردمان سوء تغذیه بگیرن نه نه عرض کردیم دیشب مفصل گفتیم اینقدر ما با جماعت مریضی طرفیم که هر لحظه ممکنه تیکه صحبت ما رو بردارن ببرن سو استفاده کنم مجبورم هی توضیحات بدم شما رو خسته میکنم شاید یه جا ناراحت بشی چرا هی برای اینا تبصره میزنی به خاطر اینکه از دست این عروض و رسانه یه خورده در امان بمونیم خب این که از شکم سیری بدن یعنی که آدم فقط فقط به دنبال میشه شکمشو سیر کنه همون که مفصل برای شما مطالب علمی که عموما یا سازمان جهانی بهداشت گفته یا بهداشت بدا خودمون براتون خوندم و این حس که انسان این حالت رو به بعد ما رمزون هم انتقال بده یعنی الان گرسنگی میکشی بعد ما رمزون هم بکشی مثلا تو واقعا گرسنه شده غذا نخور تا گرسنه دست از غذا بکش موارد مربوط به سلامتی بدن و بهداشت و این چیزها رو من عرض کردم دیشب منتها این اثرات روحی جدی داره حواس ما در واقع در مجموعی که از روی کم برداشته بشه تا متوجه ابعاد دیگر حیات ما بشه این حیات حیات زمینیه انواع حیات وجود داره ما فقط همین رو میفهمیم چون و, ف... و... کورکورانه بدون که متولا داشته باشیم میگیم نه اصلا جز این که اصلا وجود نداره به قول شما میگه قدرت جبریل از مطبخ نبود میگه اگه جبریل میدونید این باید ملکه یعنی که مجرده هرچی یک موجود مجرد درگیر جسم بشه حالا از این نمیگم مجرد یعنی مقابل متعال نه تجرد یعنی اصلا درگیر هیچ چی نیست نه طول داره نه عرض داره نه ارتفاع نه جا داره نه مکان داره نه زمان داریم مجرد روح مجرد خب میگه هر چی این تر باشه درگیر جسم نیست خب هر چی یه چیزی یعنی جسم جسم یعنی مکان جسم یعنی زمان یعنی گیر افتادی اگر تونست از این فاصله بگیری خیلی اتفاقات میفته میفرماد که ان الله تعالی خداوند متعال یباهی مباهات میکنه ملائکته به ملائکش مباهات میکنه افتخار میکنه به قولی پوزش میده به شباب العابد به جوونی که عابده چرا جوان به خاطر اینکه یه تا تو جوانی پاک در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریه ورنه هر گبری به پیری میشواد پریزگار خب دیگه هیچ نه هنسی داره نه جنسی داره یه کلا همه وجودش بنده خدا از کار افتاده دیگه کاری هم ازش بر نمیاد مجبور عابد باشه نه میگه این کسی که جوان و فیقول و بس ایو حشاب و تارک شهوت لعجلی میگه کسی که برای من شهوت ترک کردی و جوانیت رو بذل من کردی انتر اندی که بعض ملائکتی تو اصلا پیش من فرشته هایی یعنی چی یعنی تو اون امین مقام ملائکه صفت ملائک در نظر یعنی چه صفت ملائک مد نظره یعنی که شما به روح توجه کردی به ارزش اصلی خودت رو لحاظ کردی ببین فرض بکن مثلا یه خونه ای رو تو این جنگا اینجوریه مثلا یه شهری رو مثلا میگیرن نمیدونم پس میدن معمولا اولین نیروهایی که وارد اون خونه ها میشن یا مثلا سنگر دشمن میشن نیروهای اطلاعاتی هن. اینا میرن مثلا فکر چی اندای یه دونه گوشی موبایل رو برمی‌دارن دو تا سیم کارت برمی‌دارن مثلا نقشه ها رو برمی‌دارن اسلحه مسئله واسه نیروهای عادیه میگن برید حالا اسلحه جمع بکنید یا لیست برمی‌دارن که اینا چه اسلحه هایی برمی‌دارن ما تو اتفاقات روزمره روحمون یه برداشته میکنه یه جسم میاره شما میری قضا میذارن جلو خب جسمت قضا میخوره استفاده میکنه روحت هم داره از اون برداشت میکنه و دقیقا آخرت شما یعنی بهشت من و شما همون برداشتای روحه د... ما اصلا بهشت رو با خودمون میبریم ما جهنم و ما خود وقود و هنناس و الحجار اصلا ما ایم، آتیش جهنم خود ماهاییم ما این ما میسوزیم از درون ما جمع کردیم ذاتمون آتیش شده فلزا میسوزیم ناخالصی داریم میسوزیم مثل بخار برقی شدیم بس میکن کنم بخاری داغ میشیم هم میسوزیم هم میسوزونیم اینجا مشکل ماه بهشتم همین جوریه ما از اینجا خلق بهشتی رو میبریم اخلاق بهشتی ما همینجا بهشتمون رو میسازیم کی داریم میسازیم ما همین الان که داریم همین زندگی میکنیم همین الان من و شما این نوعی به جهنم الان آماده است چه تو برزخ چه تو آخرت این مال قدیما بود که آقا, آقا مگه میشه الان گذشته حال اصلا نسبی زمانی عرفا چیه همین الان جهنم بهش در حال وقوعه عرض کردم مثلا فکر کن از ما تو بهشتیم ان مثلا داره یادمون میاد چجوری بهشتی شدیم اینه اینا موازی هم در حال انجامه مثلا این نیستش این روح آزاد بشه خیلی کارا میکنه همین مرتضی فکر کردید یه سری قدرت هایی که دارن فکر از سر چیه گرسنگی میکشه مقابل با نفس میکنه بدنش غذا میخواد گرسنگی میکشه مون تو ما میگیم با این گرسنگی یه هدفی باید داشته باشه بعد چی میشه روح خودشون رو آزاد میکنه اخبار رو از این برنامه میگیرن همین الان امسال خیلی بیشتر داره پخش میشه شبکه چهار برنامه خیلی خوبی هم هست زندگی پس از زندگی و من تشکر میکنم از سازنده این برنامه هم برنامه خوبیه الان خصوص اینکه داره علمی و دقیق و به قولی جاره بهانه بهانه ایران هم داره میبینه میره سجا تحقیق میکنه پجوهش میکنه با نمونه و مشابه خارجی بررسی میکنه مثلا طرف یه حرفی میزنه میره شاهدای دیگر رو پیدا میکنه همین امشب من داشتم نگاه می کردم، مثلا طرف میگفت من داشتم عمل شدم، این اتفاق برام افتاد گفت دیست... از نمیدونم داربست افتادم کمر شکسته بود میگو رفتم پزشک رو پیدا کردیم آوردیم گفتیم این که از بالا داشته جسم خودش رو میدیده اتاق عمل اینجوری ترسیم میکنه پزشک گفت درست میگه مونتا شاید تو اینترنت اتاق عمل دیده گفت ما گفتیم خب چیکار کنم چیکار نکنم گفت هم همکاره شما رو که نیدید گفت نه این بیهوش بود اومدن گفت خب خوبه یکی از همکاراتونه بیارید به این گفتن همکارا یادتام گفت هم یادت هم برای یادمه یکی از همکارا رو آوردن چند تا پزشک قایم کردن گفتن بگو کدوم یکی از اینا بوده ببین برای خود ما مهمه دیگه ما تجربه کنیم ما واقعا باید مؤمن کیسه یعنی مؤمن نیست که کلا سرش بره هر کسی ادعا کرد که مثلا نمیدونم من نمیدونم اینو دیدم اونو دیدم نمیاد تست میکنه این ایرادی نداره خب آزمایش کردن این مرتضی همینه ببین بس که به این جس ریاضت داده این رو خیلی دیگه حواسش به این جسم نیست انقدر شما متمرکزی به اینکه وای این آبر بخورم و غذا هر بخورم رو هم متوجه همینا میشه برای همین عرض کردم که وقتی روح متوجه تو ممکن دوتا جسم باشه مثل دو قلوها این اتفاق در موردش میفته اینا هم تلپاتی دارن مثل مادر و بچه چه اتفاقی در مورد اینا میفته چون در جسم مادر جنین بچه هم هست روح مادر متوجه هم جسم خودش همون جسمی که در درون خودش داره پرورش میده کسی که رابطه های عمیق عاشقانه برقرار میکنن با هم دیگه خب انقدر ذهن و فکرشون متوجه اون فرد میشه روح هم متوجه فرد میشه بعد موقع جون دادن روح اون چیزی که متوجهش بوده ولکن نیستش سخت میشه مرگ به شدت سخت میشه بعضی هستن واقعا ماشینشون خداشونه خونشون خداشونه پولشون خداشونه این صندلی خداشونه بوت ایناست این موقع جون دادن به این سادگی میگه کی میخواد جا من اونجا بشینه این اصلی ترین عذاب آخر همینه اصلی ترین عذاب آخر روایت داریم اصلی ترین عذاب این آتش سوختن از حرصه که ای این افتاد دستم تا کی میسوزه تا موقع که این آتیشه دیگه سوخت اولیش تموم شه چقدر طول میکشه حالا وایس مثلا یه میلیون سال هزار سال نمیدونم حالا سالاش هم دیگه دیگه اولین جایی که راجع به نسبی بودن زمان صحبت کرده قرآنه. توی مستندی که نگاه کنم یه اولین کسی گفته انیشتین نه آقا 1400 سال قبل از انیشتین قران میگه میگه مما تعدون اون که شما میشمرید یه روز ما میگیم یه روز اونی که شما میشمرید 50000 سال فیزیک جدید همین اثبات کرده دیگه شما هرچی به جرم سنگین تر نزدیک تر باشید زمان دیرتر میگذره خب و در عملم هم تونستن این کار کنن یعنی یه ساعتی رو ساعت اتمی رو زمین با هم گذاشتن اینا رو ست کردن یکی سوار سفینه کردن فرستادن بالاتر خیلی عدد خیلی کم یکی عقب افتاده بود یعنی جرمی ها اثر داره خب حالا نمیخوام زیاد وارد بحث نجوم و این چیزا بشم که حالا بعدش شده ان موقع دیگه صحبت میکنم حالا معنای این روایت بفهمیم که حدیث قدسی از و انا اجزیبه یا اجزیبه که گفتیم سه تا معنی میگه روزه مال خودمه بقیه عبادت مال خودتونه مال بنده همه روزه مال من خداست حقیقتش اینه که چرا چون شروع اینه که این روح برگرد دوباره انال الله و انال الیه بالا نباکن نگاه از اینجا شروع میشه حالا مشکل ما چیه تو همین روزه نگهش می‌داریم مشکلمون چیه تو افطار عوضش خرابش می‌کنیم یعنی یه جوری حمله می‌کنیم به سفره رو می‌خونیم که دیگه اون میپره میره گرگ به گوسفند گرگ اینجوری حمله نمی‌کنه به بره خب که ما اینجوری حمله میکنیم به سفره ما یه رفیقی داشتیم خدا حفظش کنه هرجوری است شاید فکر کنم مبالغه میکنم خدا گواهه ایشون اینجوری میرفت ما یادم تو مثلا یه بار تو خیابون بودیم رفت از این مغازه فرنی گرفت اینجوری کاسه فرنی تو دستش پشت رول نشسته بود من این طرف ماشینو پارک کردم تا گفت ا یعنی ا من گفتم شاید مثلا بخواب ا <تصفح> مثلا اشتباه کردیم مثلا یه چیز دیگه آقا ا و گفت این قاشق اول رفت گفتم مو یه خوری الله اکبر گفت من نمیشم اصلا یعنی بعدش هم مثلا جای دیگه هم بودیم با هم مثلا بعضا پیش ما تو دفتر با هم بزم همین همینجوری سریع مثلا افطار میکرد خب چون مغز اینجوری دستور میده اصلا شما زمانی گفتم حتی ببین اصلا کافرید خوبه هرچی من همون لحظه خاص یک کمی صبر کنید این صبوری تحلیل رو میبره بخش قدامی مغز شما آدم باهوشی میشید عاقلی میشید این تو زندگیت میخوای مثلا هیجانی برخورد نکنی مرد میگه بچه‌هاس هیجانی برخورد کن راش همینه راش همینه عرض کردم اون پروفسور استرالیایی که ما با شرطوبات گرفتیم پروفسور بنسون ایشون میگفتش که ورداشتم دانش آموزا دو دسته کردم چپ دستا راست دستا رو را جدا کردم به چپ دسته گفتم با راست بنویسید به راست دسته گفتم با چپ بنویسید پرخوشگری اینا کاهش بده کرد این مقابله با اون خواسته بابا یعنی ببین فکر کن دیدید من شما مثلا یه نفره بعضی میگن گروه ای و بی داریم گروه A تو گروه A مثلا خواسته سری کاری انجام بدن جوشیان گروه B اصلا آروم عشق میکنن مثلا بعد منم خودم از اون ایام خب مثلا اینا رو که میبینی سکتت میدن مثلا این ماوسو رو برداشته میخواد یه دونه صفحه ببنده اینجوری اینجوری میچرخونه زبده قرمز رو میخواد برسونه میچرخونه میچرخونه اصلا صد بوری که میگی اینا دستش بگیر آ لامصب اینه یک این یه کلمه چی اینجوری اینجوری اینجور میچرخونی خب میدونی وقتی ما کاریو واردیم دوست داریم دست راست یه دقیقه انجام بدیم مگه چلفتی مگه فلجی مگه شلی ندیدید همین حرفا به جمع دیگه ها همین که میخوایم هیجانی سریع انجام بدیم میگه هر موقع در مقابل یه ایستایی صورت بگیره این تحلیل میاد به سمت پیشانی نمیدونم شاید میگن اون دنیا با موهای پیشونی میکشن میبرن هم ربطی داشته باشه نمیدونم حالا قطعی من نمیگم چرا میگم میگه تو اینجا آدم میشدی و اون بخش هیجان تو هم داره میخوام من برم اوسفنده رو مثلا بخورم نمیدونم همین کارا رو میکنن شهوت دارن غضب دارن فکرایی هم میکنن برای رسیدن به شکارشون اینجوری نیستش که مثلا چهار تا به خود فسفورم مغز دارن بالاخره دیشب براتون خوندم که نظر محققان پژوهشگران در مورد بخش قدامی مغز بود اصلا تشخیص بهتر و بهترین اونجا اتفاق میفته آرمان ها اونجا آنالیز میشه اصلا آدم بودن به اینجاست و میشه یه حیوان مثلا خود باوشتر پس تا معنا شد من خودم جزاشو میدم و نه عجیبه من خودم جزاشم یا هم به آورده هم الی اما اون چیزی که من فهمیدم که و انا اوج من جزا داده میشوم یعنی فعل مجبور میشه به با اون ده. یعنی که بهترین هدیه به من همین روز است میخواد من هدیه بدید به من خدا هدیه بدید روز است بعد میره یه ویژگی دیدم این که جنس عبادت جنسی که نمیتون جنس خرابش کن میم مثلا بیا کار میکن ریا میکنه نماز خون جلو ملت مثلا فاتحه رو خوندیم حالا خیلی هم نمازی نخوندیم که حالا دو دقیقه سر کارو هم میاریم این بالاخره این خدا هیچ گرسنه شدم یا نشدم این بر برای میگن مرحوم آی شهابادی نقل شده که با سر سفره افتاری خود برای خود ناز کنید بعد لغمه هم زد یعنی خود این لغمه که دست میگید بگید که خدایا من به خاطر تو این گرسنگی نگیر اینه کی میتونستی جلو منو بگیره آه؟ فقط به خاطر خود بگید هیچ کم نبود در یک طور باز کن این چیز بخور کسی کار هم داره لیوان داره ها بردارم بخورم اصلا و این فقط به عشق خودت میگم بهترین هدیه به منه در واقع هدیه به بزر... هدیه به خدا مثل این در مادر هستم بچش میگه مثلا بچه میگه بابا روز پدر برات چی بخرم میگه تو آدم باش من بهترین روز مثلا هدیه بر من به مادرش تو پسر خوب تو درساتو بخون واقعا هم هدیه برای همینه یعنی خدا احکام ملکوتی روی ملک هم اثر داره اونی که اخ... آخرتیه روی زمین هم اثر داره یعنی اون روزه بهترین هدیه بر جسم خود ماست برای, برای خ... فکر ماست و تعقل ماست لذا من یه عبارتی استفاده کنم اینکه بیاد در خدا حساب قضا کن دیدین سیاسیون میشن حساب قضا میکنن آها اصلا بعضیشون دهنشون رو سوزن نخ میدوزن که یعنی من عمرن مثلا نتونم الان این حساب قضایای سیاسی ما یه خورده بسش فرق میکنه یکی از این مصاحبه میدم از آقای رامین پرچمی بازیه به سال 86 بنده خدا تو کل سلبریتی اینو فقط گرفتن بعد ایشون افتاده با یه سری از همین آقایین سیاسی لیبرال تو زندان هم بند بود خیلی ماجرای جالبی از اونجا تعریف میکنه از اینا از این جماعت که چه دروغا به ما میگفتن ما فکر میکردیم اینا الان افتادن جلو ما پشت سر رفت میگه مثلا یه آب بازی کردن سر یه دمپای خیز فلان سیاستمدار چه دعوایی درست کرد میگفت تمام این اعتصاب قضا همه سوری بود الکی بود یا زمان مجلس ششم یه اعتصاب قضا کردن خیلی جالب بود میرفتن دستشویی 40 دقیقه تو دستشویی وای بعد میرفتن جنب بو ساندویچ میاد با کیف میرفتن دستشویی آوردن، می آوردن میذاشتن توی کیف ساندویچ میرفتن تو میخورن تو مستراج ساندویچ خوردن <applause> حالا انت حساب واقعی رو میگم بیا برای خدا حساب غذا کنید تا از این زندان تن شما رو رها کن این روز یعنی این اون تن ما زندونه دیگه و این روح از بالا اومده اینجا یه شاعر در پیتی هست میگه آدمی زندان است و منم زندانی ماندم در دل این کالبد نفسانی عشق در دام هوس روح حبس الابد بند قفس آدمی زندان است و من مانده به خواب تشنه جرعه از صافی ناب در تکاپوی خیال لب آب در فراسوی سراب مانده در مردا آرزوها همه هم, هم نقشه برا آدمی زندان است و من آن خسته راه مانده در تک این تنگ سیاه نه به راه پیش رفتن باز است راه برگشت تبا غرقم، قرق گناه نه کسی میخواهد که خبر گیرد از این چشم به راه نه کسی میآید به ملاقاتی زندانی اعدام، به ملاقاتی اعدامی زندان گناه در شگفتم من از این بند و قفس محکمه حاکم و محکوم خودم هستم بس از چه باشم غمگین از چه دل از خدا یا که از این پیکره ننگ از این کوه گناه من بنایش کردم بر کویر شهوت و نهادم بر هم آجر آجر نفرت برج با رویش آه پیش از جور و جفا و جلایش دادم به فریب به ریا ننگم باد آریاری همین است سزا و در این منزل پس یاد می آورم از روز علس یاد جام باده و بنده مست که نمک خورد در این قاک نمکدان بشکست و چون این گفت با بوم تعهد نقاش که تو ای نقش امین غم عشق من باش آسمان بار امانت نتوانست کشید شانه خم کرد وجودش لرزید من دردانه بدمس تعهد کردم که به پایم اهدم با همه جان و تنم با همه سلول های بدنم ولی اکنون زندانی سلول تنم همینه دیم ما الان توی سلولی افتادیم سلول چی ساخته خودمون حاکم خودمونیم محکوم خودمونیم محکم هم خودمونیم،, خودمونیم خودمون درست کردیم با چی درست کردیم با حسرت با آه با فریب با ریا با دروغ خودمون ساختیم چون اینا که زیبنده و درخواست روح ما نیستش که روح ما مجرد و الهیه فطرتا اینا رو دوست نداره این اون انتخاب جس بود اونم گیر انداخت اون روح هم گیر انداخت و او در عذاب خواهد بود تا موقع که در متوجه به اینه جهنم خودش رو هم داره میبره کلا سر ملت گوشتون رو زرنگی پدر سوخته فکر زرنگیه میگه نمیبینید مال حروم دارید میخورید شما نمیبینید دارید آتیش میخورید حقیقت نمیبینید میگه حالا به قرآن بخونیم یه کتابی از کتاب خوبی اسم بخونیم بعد نیستش ما خودمون زندونی بر خودمون میسازیم زندانمانش هم خودمونیم ما چی میتونه ما اینجا بیاره بیرون خودمون اراده خودمونه کی حکم داده این تو باشیم بازم خودمون دوست داریم بعد مینالیم از این زندون و بر چون تو مونده بیرون خودت ساختیش تو فی احسن تقویم ساخته شدی انداختن تو این زندان جرم و جنس و جسم, جسم. اسفل و سافلین بدترین با... شما برید نگاه بکنید توی خدمت شما عرض بکنم توی انواع شکل حیات چه اتفاقاتی میتونه داشته باشه با من همین سخنرانی عید بود که رم... نیمه شبام رو کردم ما تا الان بشر چهار درصد بیشتر از دنیا رو نتونسته بشناسیم تمام این موادی که دور بر ما رو گرفته تمام اینها اینا فقط 4 درصد ما و 96 درصد دارک ماتر و دارک انرژی اصلا نمیدونیم چی این دارک میدونیم چی یعنی نمیفهمیم نه که سیاهه که نمیفهمیم جنسش چیه دارک یعنی ظلمات داریم در موردش هیچ فهم نسبت بهش نداریم هیچ کنش و واکنشی نسبت به مواد نه. ما... اون چیزی ما میفهمیم نداره رمواج الکترومغناطیسی هیچ کنشگری نداره حیاتی هست این ما هیچ فهمی لازم نداریم اصلا ببینید این این هستی این کرات این کائنات بنا شده میدونی یعنی چی یعنی سر جاش قرار گرفته دانشمنده از یه سری نشونه ها از رو قرائن چیزایی میفهمن میگن آخه این انبساط از یه طرف و این گرانش این با هم جور نیست این انگار رو یه چیزیه اون چیزی که نمیبینیمش نه که ندیدن مثل هوا نیست نه هوا رو اثرش رو میتون در اثرش هم نمیتونید اس اما میفهمیم وجود داره حالا قای قرآن بخونیم و سماع بنا ها این آسمان این, این, این بناه مدوم ما ماده رو تو نمیبینی نمیفرماد میگه ما با ستون های افراشتیم که شما نمیبینید از امام رضا پرسید این ستون ها کجاست فهم فثم معمدن ولکن لا ترونها از شما نمیفهمید جنس حس کردن جنس دیدنی نیستش حالا گفتن آها این از یه طرف گریز از مرکزه میخواد پرتش کنه از یه طرف جاذبه است میخواد بکشدش نه اینم نیست ما اینو میتونیم خوری بفهمیم دارک انرژی اینم نیست دارک متر اینم نیست سی فراتر از اینه همین ما هم در راجب, راجب سیاه چاله چه فهمی داریم میگیم هست از قراینی پی بردیم همچین چیزی وجود داره اما آیا یک کسی رفته اونجا رو خب همه میبله نورم میبله باستابی می نداره که بلنده ترینه کنس کنس آدمی هست که جمع میکنه عرب به جارو برقی میگه مکنسه به جارو میگه مکنسه خب این کنس یعنی همه چی رو میبله هیچی بره آیا داره تو قرآن قسم به اون ستارهی که در حرکته الجوار جاریه حرکت میکنه خنس دیدنی نیست اصلا خناس به کی میگن اون کسی که نمیتونی اثرش پیدا کنی اما بلا سرت میاره یه اثری رو تو میذاره تو نمیتونی ببینیش یه جو آدم خناسی ها خب مثل شیطان من شر الوسواس الخناس میگه نمیبینی وسوسه داره میکنه تو نمیبینیش میگه قشقم به اون ستاره ای که دیده نمیشه اما جاریه داره حرکت میکنه فلا اقسم و بالخنس الجوار الكنس. در این حرکتش هرچی از رو داره میبله 1400 سال پیش نفهم که اون زمان ملت فکر میکردن زمین صافه بعد یه کاسه روشه روش آب، اون بالا هم خدا نشسته یه فهم توراتی داشتن زمین صافی ها فلت ارس همین حرفان میزنن این حرف توراته دیگه اما قرآن چی میگه؟ قرآن به زمین میگه زلول. زلول به شطوری میگن که وقتی حرکت میکنه انقدر نرم حرکت میکنه بچهای کوچیکو تو اون میخوابونن. شطورا خب حرکت دارن دیگه ها این انقدر نرم حرکت میکنه میگن شطور زلولی. اصن میذلیل میاد ها. یعنی آروم حرکت میکنه نمیفته. در این حرکت خیلی حس نمیکنه. تکونت نمیده. کسی که مریض احوال بود، بچه کوچیک میخواستن بخوابونن تو سفرشون سوار شطور زلول میگردن. اصلا اصل بر اینه که این آرام هین حرکت ها، و این شطور نشوندی سر جاش حرکت بنشونی رو زمین نشسته بعد و حرکتی نداره به زمین میگه زلول یه یعنی حرکت داره تا یه کاری کردیم برای شما اصلا ما الان میخوام چیز نماد استقرار بگیم میگیم چی میگیم زمینه است زمین صفر پاتو تو بذاری جا محکم مثل زمین حرکتی احساس نمی کنی هیچی این با سرعت زیاد هم سی کیلومتر بر ثانیه چقدر ما میچرخیم کجا کیس میکنه هیچ این بشر درکی نداره فقط فکر میکنه همین جرمه همین همین که من میبینم این این میله هست نباشه نیست چقدر احمقان است یعنی میخوام بگم والا با فیزیک جدیدم جور نیست به پیغمبر مورد هفتم اثرات عجیب بر افزایش روی صبر و مقاومت در روزه همین فرمان از صبر نصف ایمان صبر نصف ایمانتونه یه نفر صبر بین به شما بگم که که از مقام های خیلی بالاست قرآن میفرماد یه سری از پیغمبر یه سری که پیغمبر شدن تو این پیامبر رو یه دیر یا حال اساسی بهشون دادیم امام شدن امامت از پیامبری بالاتره من بارها به برادران عزیز اهل سنتمون عرض کردم شما آیه 124 بقره رو چجوری میخونید شما حضرت ابراهیم پیامبر نبی بعد مرسل شده یه بالاتر رسالت خاص بعد اولو العزمه جز اصلیه بعد چیه خلیل الله رفیق شیش خداه یه از این بالاتر تو 99 سالگی بهش گفته پسر تو سر ببر اسمایلو تو 13 سالگی اسمایلو سر ببر تازه چی بهش میگه میفرماد و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فعتم نه قاله نی جاقلو که لناسه اماما تازه تو رو امام کردی بفرمان این مقام امامت چیه که از خلیل اللهی و علل ازمی و رسالت و نبوتم بالاتره که تازه به خاطر امتحان سخته ادادیم دادیم هر کسی هم امام نمیشه که همونجا حضرت ابراهیم میگه آها ممکنه به بچه هم من بدی قالم من این نه خیر به این سادی قال لا یا نالو عهد ظالمین یعنی کسی به امامت میرسی که ذره ای ظلم نداشته باشه نه ظلم به نفس نه ظلم به ناس نه ظلم به خدا یعنی معصوم به منی واقعی کلمه باشه این فضاشون بچه تو خیلیشون معصوم نیستن آقا پیامبر معصوم نیست نه بعضی از پیامبری که تو این مقامات دارن به امامت میرسن به خاطر چی به خاطر یه ویژگی لما صبروا آی قرآن میگه چون صبر اینا ویژه شد و کانو به آیاتونا اونها یا موقنون الله خیلی هم فرق نمی کنه میگه به یقین رسیده بودن ما مثلا دو تا پیامبر من مثلا حد میشه از قرائنی که مثلا اینا به امامت هم رسیدن مثل حضرت ابراهیم علیه السلام مثل حضرت داوود علیه السلام این صبوری در مورد حضرت موسی وقتی با خزر میره خیلی دقت بفهم جالبه خب بالاخره تو آزمون حضرت خزرشون مردود میشه دیگه یا هازا فراق و بینی و بینی برو به قول موسی بعد حدیث هم از که حضرت میفرماد که اگر صبر پیشه میکرد چیزای قرار تازه ببینه کاری نداش الله سگه بچه‌ای زد کشت و یه دیوار خرابی رو نمیدونم چیکار کرده اون کشتی سوراخه اینا هیچ چیه نسبت اون اتفاق اصلی که میخواست میفته. صبر بسیار مهمه فهم هر کسی نه و جعل نامن هم ام و قرار دادیم بعضی از اونها رو منهم هم از اونها ائمه امام شدن بعضی از اونا اونها که اون خودشون خوب نه بعضی از این پیغمبر رو امام ام ام شدن چرا؟ ما پیامبر خودمون امام ام هم هست ما دو توسل میخوام شیعه ها میگیم امام الرحمه امام میدونیم امام امیر المومین بودی که اینجوری خوز و خوشو داشت مقابلش امام علی امام حضرت زهراست که اینجوری جونش رو این عزیزان آقا رسول الله امام امیر بود که به خاطرش توی جنگ ها توی یه جنگ فقط 60 تا 90 تا زخ برداشت همینه پس این اثر عجیب افضل میخوام میگم یه همچین صفتی در من شما شکل میگیره حالا نمیگی میشیم نهایت صبر را اصلا و اصلاب بعد عرض من نیست اما خب این صفت آروم آروم شکل میگیره الان چی بیچاره کرده سعودی ها رو همین تحمل و مقاومت و صبر یمنی هست بیچاره شون کرده ثروتمندترین کشور عربی عمله کرده به, سر... فقیرترین کشور عربی به خاک سیاه نشسته دست به دامان این طرف اون طرف شدن الان وزیر محترم رو خارجه ایران داره مذاکره میکنه که یمنی ها دست بکشن از شهر معارب دست بردن میدین که اگه ما منطقه معارب و یمنی ها بگیرن دیگه تمام کار سعودیا بیچاره، 5 سال 6 سالی ندم از مذاکره نزدن الان که در آستانه پیروزی قرار گرفتن دور افتادن همه که آقا یمنیا بی خیال شید چی شده این بن سلمان نجس به معنی واقعی کلمه دیدید که این تا آخر مسابقه کردیم آقا ما با ایران میخوام دوستی آقا. چرا چون میدونه تنها کسی که میتونه مثلا روی یمنی ها اثر گذار بشه ایرانه یعنی تیک هم گرفته بود نمیدونم متوجه شدید یا نه یعنی حقیقتا من خیلی شبیه یزید میبینمش واقعا بعد الله خیلی عجیبه ما دوره بیافتیم برای یمنی تو آستانه پیروزی عجیبه نمیدونم این رب داره به مذاکرات وین یعنی خواسته شده ببین من به شما میگم الان داخل پرانتز بگم خوب دقت کنید ببینید آمریکایی ها میدونن برگشتنشون به برجام کمک انتخاباتی میکنه به دولت آیروهانی با روحانی که دیگه تموم شد نه بالاخره رفیق و رفیقاش میخوان دوره دولت سوم بگیرن حالا روحانی خدمت شما هستم رئیس جمهور یکی دیگه است همینا دوباره همینان همین جمع همینا وزارت اقتصاد همینا وزارت مسکن همینا یا حسامون که نه آدم بیارن اصلا ظریف رئیس جمهور خوبه کارا کی میخواد پیش ببره همینو همینو میدونه تاثیر داره آمریکایی‌ها میگن ببین ما تحریمی که برداشته نمیشه گوش کن یه سری پولای خودتون دست کره ها میذاریم یه بخشی از پولتون رو بهتون بدن تحریم برداشته نمیشه قرض خودمون اون بدن طلب ما یعنی در واقع اون بدن یه بخشیشو بهتون میده بگیرید پولو پول بریزید تو بازار دلار رو بیارید پایین دلار که میاد پایین میدین چه اتفاق میفته بارها عرض کردم دلار که من... یه سری مواد هستن کاملا دلاری مثل دوربین مثل ایرانی نه خارج وارد میشه ماشین لکسوس چه من از اون ور میاد هیچ چیز ایرانی نیست سرزر بینا با دلار میان پایین وقتی مثلا فرض کن لکسوس بیاد پایین این میزن تو کله سمند و پراید دیگه همه ماشین زیر خودشو میکشه پایین خب بعد یه ارزونی تصنعیه بعد انتخابات چی میشه تا چند ماه میمونه بعد دوباره دلار میپره میره بالا و مردم بدبخت بیچاره که چهار سال بعد دوباره دو همین جریان گروگان گرفته میشن میخوام بگم مردم سرتون شیره نماله من وظیفه شرعی به شما بگم اون دونه شما جواب بدم این اتفاق داره حالا آمریکایی همین پوله رو میگن چیکار کنن میگن برید به یمنیا فشار بیارید همین الان در آستانه تو دروازه های معاربن اونجا متوقف بشن برای یمنی که پنج سال به خاک سال به خاک و خون کشیده شده شرط عقله بله خب میدونید که بابل مندم یعنی چی مهمترین تنگه دنیاست تنگه هرمز هم به اهمیت بابل مندم نیست میدونید چه قدرتی برای ایران میاره برای جبهه مقاومت یعنی میاره منتها اینه این که به این نفر میگن ببین میخوای صد میلیونیم بخوابیم به حساب به حساب دو سال دیگه بری برداشت کنی مثلا وام بگیری یه چیزی بگیری یا همین یه میلیون الان بدیم برای اون کسی که گشنه است اون کسی گیره چی میگه می همین یه میلیون الان بده اینا مردم رو گشنه کردن بیچاره شون کردن کشوندنشون تو بورس سرمایه هاشون چه کسایی رفتن بورس اون مایه دارا اون خبرها اون بورس بازا اونایی بودن که تو موج اول سود کردن این قشر مستضعفی که ماشینشو فروخت نمیدونم سرمایه پول بازنشستگیشو که بهش داده بودن گرفت اینو آوردن تو بورس اینا کسایی بودن که در واقع پولشون رو دادن اونا اومدن بیرون از بورس یعنی دقیقا برنامه ریزی انگار که صورت گرفت متوسط و متوسط به پایین رو بزنی له کنی بعدی میگه صد میلیون خوبه حالا کشور ما جمهوری اسلامی ایران ایران من از همان حخامنشیان عاشق ایرانم تا الان اینا حالا کوروش و اینا اون تا الان من دو تومن باید اجاره خونه رو عقب مونده دارم این متاثر از اون قیمت دلار است <applause> نه دلار میاد پایین نه تحریمی هم برداشته نمیشه مردید برید ما سه مدل تحریم دارید اون رایت تونستید بردارید عمرن اجازه ندام آمریکا عمرن اجازه میده. ببین مستکبره دیگه به سر کشورا پول خودمون اونجاست نفت فروختیم پولمون اونجاست یه چیزی هم بهتون میگم فکر نکنید پول نفت دولت قبلا نفتی که اینا فروختن نتونستن پولشو بگیرن ما اونارو رو میگرفتیم تا خیلیاشو مدلی که همینه اکثرش نفت همین خود اینا همین همین زمین دولت همینا فروخته شده کره برای ما شاخ شد سامسونگش کل ایران گرفته بود برین نفر من وقت نذاشتم این نفر حالا سوژه خوبیه بریم ما بابت سامسونگ واردات از کره مثلا سامسونگ چقدر پول به کره دادیم بابت فروش نفت چقدر گرفتیم به نظرم تراز به نفع اونا مثبت من وقت نکردم برم نگاه کنم والا عزیزی بره نگاه کن پول خودمون رو میخوان به خودمون بدن یه بخششو که فقط 2300 میلیون دلار تو بازار مردم رو فریب بدید دوباره حالا پرانتز بست از یمن داشتیم میگفتیم رفتیم اونجا اما شما ببینید مثلا یه آدمی که رفاه زده است ما تو روایت هم داریم میفرماد که به دو تا فقیر رسیدی به اون فقیری اول کمک کن که قبلا پولدار بوده چون اون تحمل سختی نداره شما دیدید مثلا یه خورده ماسک و این چیزا سر این کووید 19 تو کشور اروپایی که اومد همدیگه روشا می‌خوردن چرا چون رفاه زدن ویژگی روزه که این صبر و ثبات آدم میبره بالا ثبات اجتماعی رو میبره بالا اونها خیلی ساده مثلا به هم کشور اس کاری نداره اینا یک دوام تحریم و سرقشون بده خودشون هم بیان میخورن ما هم تا میترسیم صبر بر گرسنگی نه گفتم که ما جلسه دیشب تو بودیم ما اصلا تر... ترس از گرسنگی داریم حالا من یادم میاد مثلا دبیرستان بودیم یا اول دانشیم. آقا روزه ما رمزون زل لافتا بینفتیم فوتبال بازی میکرد روزم انگار، انگار. چیزون هم انگار رنگا چیزی نمیشون داریم ترس داریم دیگه نمیخون همین صبر اینجا که شکل گرف صد جای دیگه هم به دردت میخوره صبر بر مسایب صبر سختیها ها صبر توی کار. خیلی از پروژه‌ای که شکست میخوره آدمای پیشرانش، اون کسی که دارن پیشرانش صبور نیستن. سری بی خیال میشن یعنی میرن توی فاز و فضای دیگه اگه موجب شکلگیری روی تسلیم در مقابل خدا بشه و غیر تسلیم مقاومت در مقابل غیر خدا و یه مستکبر بشه خیلی عالیه فکر میکنین کشورهایی که تمدن سازی کردن کسایی بودن که تو زنگاه ها توی سختنی شرایط حفظ کردن ما کجا گرسنگی های شعب عبی کشیدیم چون سه نفری یه دونه خرما می‌خوردیم یه دونه خرما سه نفر هستهشو بعد با سنگ آسیاب می‌کردیم با هسته خرما با آرد هسته خرما نون درست می‌کردیم امیران مؤمن فهمید شک... سنگ می‌بستیم به معدمون با شال می‌بستیم که این کوچیک بشه کمتر گرسنگی رو احساس بکنه معدمون کوچیک بشه یه خورما رو سه نفر بخورن سه سال کوتا نمیدن نتیجش چی شد بیا چند سال بعد رومو مصر و ایران سه تا ابرقدرت وقت دنیا رو اینا گرفتن نتیجه اونه دیگه آیا میخواد مملکت ما یه مملکت تاثیرگذار بشه که آمریکایی نتونه بر ما ببین همین آمریکاییه انقدر ادعا میکنه میگه که ببین کره کلا کلا شده نه نه الان نده نه فعلا میگه خواه کره بدبخت بیچاره است اینا همیشه وابسته بودن آمریکا آلمان چی یه جزو دو تای اول دنیا سو صنعت دیگه میخواد از روسیه عرض کرده میخواد روسیه گاز وارد کنه آمریکا گفته هر شرکتی تو اون خط لوله به کارگیری بشه تحریم توسط آمریکا این میگه من بابای دنیام میگه من خدای دنیام اونطا ما موحدیم میگیم شرمنده ما یه خدا به جز حق تعالی نمیشناسیم غلط کردی بیچاره میکنیم بله آسفالتت هم میکنیم میگه یه مؤمنه هر جا ما صبوری کردیم استقامت کردیم جواب گرفتیم هر جا رفتیم وا دادیم با اینا والله خب شکست خورد چشتونه من در مورد تخیل و تاریخ و وهمیات اینا حرف نمیزنم اصلا چیزی تاریخی بوده حالا شما این برداشت ازش دارید وجوری چشتونه دارید میبینید نمود که مخونی میگفت ما فرزندان رمضان میگفت ما رو از کشته شدن نترسونید ما تو عاشورای مدرسه عاشورا داشتیم ما را از گرسنگی و تحریم هم نترسونید ما یه مدرسه رمضان هم داریم نمیتونید ما رو نابود کنید بعد این حرف ماها نیستا ببینید اندیشگاهاشون در مورد مردم ایران وقت میخوان آنالیز کنن چی ها میگن در مورد نیروی انسانی ایرانی چی میگن میگن یک یکی مرد جنگی به 7000 تا میگه اینا از نظر کیفیت نیروی انسانی قابل مقایسه با بقیه مردم دنیا نیستن و این رویه که البته ما الان صادر کردیم فقط ایرانی ها نیستن افغانستانی ها ولی اینجوری عراقی هم اینجوری این لبنانی هم اینجوری سوریه هم اینجوری یه فرهنگه صدور انقلاب یعنی اینا مرز بکنم اثر زیستی هم داره عرض کردیم حالا مفصل باز دور تکرار کنم چون هست اثبات شده است تا همین پژوهش کنم که من عرض کردم من با فلان کتاب خوندی نه اونا رو هم خوندیم مقالات هم من با آدمی که همین الان مثلا عرض کردم در استرالیا داره کار انجام میده ارتباط گرفتیم ایمیل زدیم باش ارتباط گرفتیم که کجا پیش رفت همینه اثر صبر بر کاهش پرخوشگری نه تو اون جامعه پرخوشگری کاهش بدم میکنم این اثر صبوریه که خوب تمرین بدیم خودمون مورد هشتم اثر روزه در تهارت بعضی از اعضا و جواره همون یکی که همین اثر جسمی و کاربرد پزشکیشه که عرض کردیم که اثر اتوفاژی سلولی و قصه و این چیزی که دیشب گفتم من تو با این کار ندارم چون مفصل تو صحبت صحبت کردم دومی چیز دیگه میگه میگه که اعضا به کارکرد اصلیشون برمیگردن یعنی چی یعنی زبان و خدا به ما نداده بود برای دروغ گفتن که حالا تو مارمزون تایم روزه میگه بلش کن روزه مال غیبت نکنی روزه حالا لعنت خدا باش و زبان روزه حالا چهار تا بارش کنم نمی کنی کلی جلو تو میگیره کار یعنی این نعمتی بوده خدا به من داده بینایی رو نعمت میدونی شنوایی رو نعمت میدونی بعد درست استفاده میشده اینقدر بعد استفاده که این روزه خورده اینا رو برمیگردونید کار کرده اصلشون به ما یه جا رفته بودیم بنده خودم میخواد چاشیرین هم بزنه با خودکار اروپایی شروع کرد چیز کردن چاشیرین هم زدن خب این یه رون قیمته برای یه کار دیگه هست حالا به من قاشق چای خوری میتونی استفاده کنی با خودکار بیک هم میتونی این کارو بکنی خب یه هیچ چیز دستت نیست ما برگردیم به کار کرده است شما چه شوش چه شرونه نبوده که فقط بر هرزگی نبوده که خب برگرد به کار کرده است امان از اون دنیا این که حالا خدا حق الله و اینا رو شاید با اون را بیاد ان شاء را میاد حق نفسم یه ولی خریتی کردیم سر خودمون بی خیال حق ناس نه از شهیدم پس گرفته میشه اکثر حق و ناس زبان کوتا نمیاد برای همین میگن غیبت بهتر از زنا چون زنا خودشه اون طرفم راضیه دیگه دو نفر راضیان رفتن یه غلط کرد بگو چهار دیواری اختیاری نمید وسط برج آزادی این کارو بکنه که <applause> رفته توی چهار دیواره کسی هم ندیده برای دقت کنید تو اسلام برای زنا چهار تا شاهد میخواد برای قتل دو تا کدوم مهمتره معلومه قتل اما میگه که یعنی چی یعنی زنا رو میخواد اثبات نشه بارها عرض کردم شرایطش هم خیلی سخت اثباتش تقریبا نشدنیه میگه چهار نفر رو جدا جدا باید بیاری بازجویی کنی تا جزئیات بگن که من رو نمیشه بگم تو چی نمیشه گفت یعنی همه شما پیرمرد 90 ساله می بودید این برنامه پخش هم نمیشده بازم رو نمیشد مثلا من بگم خب نمی بعد این چهار تا اگر ذره اختلاف بینشون باشه این بریه اون چهار نفر با شلاق بخورن اصلا همین ببین یعنی تو اصلا مطمئنی رو زنا کرده دیدی مثلا گزارشگری هم میتونی بکنیم کارو خب مونتا میگه نکنه اون سه نفر دیگه خلو چلا اشتباه بگن من کتک بخورم ولش کن زمان خلیفه دوم زمان دو خالد بن ولید اشتباه کردن همین اتفاق افتاد دیگه چهار نفر آوردن گفتن آقا سه نفر اولا گذشت چهارمی رو ترسون گفت ببین اگه اشتباه در بیاد فلان, فلان فلان اون بیخیال شد این سه نفر هم شلاق زد یعنی <تصفح> میخواد اثبات نشه این زن. اما غیبتو میگه از اشد من از زنا چون حق و ناسه. اون ت... اون منظور از من زنا تجاوز نه ریپ نه چون دو نفر راضین اما زنا کردن خدا حق الناس نمی بخش عمده این حق الناس با همین لام با زبونه یه از روایت های هم که میگن آقا در جهنم دیدن تعداد زن و بیشتر از مرد هاست. حالا در مورد سند اینا محل بحث و حالا من نمیخوام وارد این بشم یکی از دلایلی که گفته شده میگن همین زبونشون خیلی دردناک ها بخشیده نمیشه ها یارو ولت نمیکنه بابات نمیشناسد از اونجاها بچت نمیشناسد تو بعد اکثر این قیبت تو تهمته به اتفاق مگه دروغ میگم لا دروغ بگی که تهمته دروغ نگی راستشو بگی یارو راضی نباشه قیبت این اوج حقوق انسانیه این اوج حقوق بشره میگه طرف اینجا نیست حق نداره حرف زنی در خب بیچاره این موضوع خیلی خرابه به خاطر چی؟ این خاطر اینکه لامصبو نمیتونیم کنترلش کنیم. یکی از خوبی روزه میدونی چیه؟ کار کرد اینو برمیاره. یه کنترل میکنیم. یکی دیگه چیه؟ این که اصلا خود روزه کمگویی میاره. وقتی وقت وقتی روزش کمتر حرف میزنه. حال حرف زدن نداره اصلا. یا یه ذکر میخواد بگه. بابا میخواد چرت و پرت بگه یه ذکری بگه. ما چرا چون شهوت حرف زدن داریم. واقعا میخوام اظهار نظر بکنیم یه جا یه چیزی بگیم یه شعر وری سر هم کن. در ادیان قبلی در بین بنی اسرائیل که اصلا روزه سکوت بود برای اینکه مردم چه تربیت پیدا کنن شما این قرآن نخوندید میفرماد به حضرت مریم فکلی پس بخور این یا مؤنثه مخاطب اینجوری شده فکلی وشربی بخور و بیاشام و قری عینا چشم روشندار دار تو عیسی ابن مریم دادیم اما اگه بشری رو دیدی فقولی بهش بگو انی نظر تو لرحمان ساما من برای خدای رحمان نزد کردم روزه بگیرم این روزه سکوت گرفتم فلن اکل من یوم انسیا نمیتونم این روزه سکوت بوده تو اسلام برداشته شد به خاطر اینکه مخالفت با دانش ورزی اسلامیه اسلام دین علمه خیلی مهمه گفتگو تو انس... ان... گفتگو درست بله معلومه یه نفر روزانه دروغ بگه انسان باطل میکنه فاتحش رو میخونه اون روزه به چه درد میخوره یکی از اثراتش اینه تو ادیان گذشته اصلا تمرین میدادن ما هم تمرین کنیم ببین یعنی روز احکام شرعی ما اینه که میگه شما میتونید روز سکوت به این شک بگیرید یعنی که روزه نیست یعنی با خود بگی آقا من حرف نمیزنم نظر میکنم با خودم کمتر حرف بزنم اما روزه نیست یعنی با خودت بگی آی اگر من حرف زنم یعنی افتار یعنی شکستن روز این حرامه بدعته اما ما من میخوام کمتر حرف بزنم تصمیم بگیرم کمتر حرف بزنم عادت کنم هرزه شده زبونه نمیتونی جلوشو بگیری هم تو... نمیتونی جلوشو سری حرف میزنی من چون توی همین صفات جنود عقل و جهل از سمت و ضد و الحذر رو داریم حذر الان به عربی یعنی بغض خب یعنی سکوت و این طرف هم وراجی میگه بعدش اینه خب اینو داریم برام بالا اگه بخش شد اونجا کاملتر توضیح میدم اگه نشد که حالا همین توضیح کافی بدونید چون خیلی دیگه طولانی میشه در ثانی این آدم هر حرفی دیگه نمیزنه بسیاری از گناهان زبانی خود زیاد حرف زدن عادت کردیم زیاد حرف بزنیم اون که از این آشنایانمون میدونم راضیه خدمت شما عرض می‌کنم ایشون یه روحیه‌ای داره مثلا توی جمع که میشینه دوست داره چیز کنه ماجراهای ها خارق العاده تعریف کنه بعد مثلا واقعا ماجرا عجیبی غریبی. یعنی میشنوی مثلا یه عالم فلانی میخواد چی بید. وقتی تو این فضا و این پوزیشن قرار میگیره و همه این انتظار این همیشه دیگه میگه خب ببین بعضی موقع مثلا با خودم یهویی میگم که خب چی بگم ساکت شده جمع چی چی جذابی هست الان من بگم میبینی این هم مرز هست این هم مریض شد خب مرم مگ... کلت گذاشتن بیخش حقیقت لام هستن خب ساکت باش خب یعنی من ندرخشم تو این جهان با یه مزخرفی با یه پرتی با یه یا یه ماجره جذاب تعریف کنی یا یه لغویاتی بگیرم اینو آمده بودن خونه ما همینجی نهار تشریف بردن خونه ما آمده شون غذا میخوریم کانال هم تل حالا بعدا بگ ما برای ما حرف درست نمی کنید من خیلی وقت کانال 4 نگاه میکردم موقع تلویزیون نگاه کردم میگه مثل شبکه 4 باش اصلا براش مهم نیستش که کسی بهش اهمیت میده یا نمیده کار خودشو میکنه از شبکه 4 ز... الگوی زندگی بگیرید یعنی خب بعد خدمت شما عرض بکنم که همینجوری داشت ماجرای رو تعریف میکرد منم داشتم مستند میدم می شبکه 4 اون موقع این شبکه مستند هم نبود مستند بیشتر شبکه 4 پخش میکرد بعد یهویی قویب... یه پدیده هست گرباد میاد میره توی مثلا یه استخر ماهی یا یه دریاچه قرار میگیره کل اونو میکشه و میکشه بالا و مثلا چند کیلو دو پرت میکنه ماهی رو شما یه از آسمون داره ماهی میباره اون پدیده بارش ماهی داریم تو تهران هم تو ایران هم تو گلپایگان بود کجا بود اتفاق افتاد خب اون بادم جون باریدن رو نمیگم اون چیز بود اون علکی بود برش درست کردم با فیلمش اما واقعیش هم اتفاق کن تو اینترنت هست آقا این موضوع مستند در همین بود تو چیز عجب غریبی گفت مثلا دلایل علمی شو میگم من داشتم نگاه میکنم سر سفره و اینا داشتن صحبت هم میکردن همینجوری بنده خود رو به تلویزیون هم نشسته بود همینجوری که داشت غذا میخورد خورد یه بالا دید ابولا کوبید این چنگال زمین داشت ماکارونی بود کوبیت زمین گفت کو. الان من خدا وکیل همین رو برم تعریف کردم نمیگن خالی بندی <laughs> چرا چون گفت من چیزه جزا میبرم میگم همجا متهم متهمم که تو چیزه خالی بندی داری میکنی خب لا مستبی الان تلویزیون مملکت داره نشون میده من یه جا برم بگم نمیگن خالی بندی حالا قصه سری چون که ما عادت کردیم مثل حرف بزنیم من حرف مفتو بزنیم یه رو سکوت کنیم من این رو تجربه کردم و اون برهی که هنجرم عمل کرده بودم دکتر من گفتش که حف... ح... یه هفته در روز نباید حرف بزنی می اومدم سر سفره با بچه‌ها تو دفتر می‌شستیم بعد یهو می‌دیدیم که حالا ما کرونا نبودی راحت بودیم بعد یهو می‌دیدیم دارن ده می چرت و میگن چرت و پرت یعنی <تصفح> دارن یه به مسئله نتیجه گیر خیلی اشتباه می‌کنن آقا من آتیش می‌گرفتم که مثلا اینو سریعتر اعلام کنم بگم اون تو نباید حرف می‌زدم دیگه دکتر گفته حرف نزن که حنجرت خراب میشه بعد هیچی نمی‌گفت گفتم حالا در اسرع وقت برشون بنویسم یه جوری اینا رو از این گمراهی آشکار از زلال, مب... زلال مبین اینا رو در بیاره بعد آقا 5 دقیقه 10 دقیقه, دقیقه میگذشت میدم خودشون به امنتی رسید آره دیگه بحث بخته میشه دیگه چهار تا آدم عاقل بالغ نشستم با هم حرف میزنن یه چطوش در میاد یا عاقل عاقل با... واقعا خود اینا خودشون میرخ میخندن حالا سر شک دارن <applause> حالا این ناشی از چی این زیاد حرف زدن و هورمون ما پاداش میگیریم بابت حرف زدن وقتی توجه به میکنم پاداش میگیری این تو خیلی بیشتری دوپامین ترشو میشه تو خون هورمون پاداش لذت بخشه و ما به اون هورمون مو... چیزیم معتاد میشیم خانم بیشتر بیشتره جسارت آزمایش علمیه پیر به پیغام آزمایش ناراحت نشید یا رو موش آزمایش میکنه یا میمون این چیزا دیگه آزمایش نمیشه از اول رو آدم آزمایش بشه که خب آزمایش سال گذشتم گفته بودم آزمایش روی میمون انجام شد نشون داد که میمونای ماده در طول روز 17 آوا برای ارتباط با دیگران به کار می‌برن چون تا آوا بکنه میمونای نر حداکثر 6 تا تا جالب اینجا که ممکنه برخی از میمونهای نر روزها حتی یک کلم هم حرف اون عرض کردم یه کتابی هست اسم فیمیل برین مغز زنانه تو اونجا توضیح میده که اصلا ساختار مغز خانم ها متفاوت بخش تکلمشون اولا پراکنده تر دوم بزرگتره و نیاز به سخن گفتن دارن نویسنده کتاب میگه که ترشح دوپامین موجب این اتفاق میشه که در دختر بچه ها بیشتره دیدیگه اینا دختر بچه ها یعنی بیچاره میکنن آدمو الان آقایونی که دارید با خانمتون این لایو رو نگاه میکنید یا بعدا فیلمش رو نگاه میکنید بر میگرد بخوام که آه ببین میمونه رو نگاه کن نامردی نکنید نامردی نکنید خلاصه میخوام بگم خیلی چیزا ما حرمون پاداش میگیریم بعد جلوش بیستیم اون معتاد هم پاداش داره میگیره وقتی به نشگی میرسه چطور اونو معتاد میدونی اینو معتاد موتاد معتاد به حرف زدن همه هم مبتلاییم تمرین کنیم یک کمتر حرف بزنیم چرا چون بابا میگم آمر اصلی جهنم رفتن اون همینه ها بی خیالمون نمیشه اون طرفی که پشت حرف زدیم ما اصلا نمیشه شما حرف بزنید یا چی حرف بزنید بالاخره یه جا میرسه یکی بعد حرف بزنه دیگه میشه غیبت طرف یه راضی نباشه شما این حرفو بزنید به هر طریقی ها. تو چی گفتیم که من راضی نبودم اینو بگی یا من بدت هم نگفتم یه ماجرا من خوشم نمیاد این آدم اینو بدونه غیبته ولت نمیکنه ولت نمیکنه یا از ثوابات برمیداره ثوابات که تمام بشه از گناهات میذاره گناه خودش میذاره رو تو قلو بدبختی بی یا آدم بیخودی رو پشت سرش حرفم زدی اصلا آدم بی خودی بوده حرفی هم که زدی حرف درست زدی تو اومد نزدی فکر کن اون دنیا خیر تو رو بگیره حق تو رو خورده مثلا این کاری یاد کن پشت سر قیبت هم بکن یا بر قانونی کار رو پیگیری کن الا لو اون غیبت هم شرایطش هستش یا طرف فاسق باشه و نمیدونم فلان باشه آقا تحقیق دارن میکنه راجع به ازدواج مثلا حقیقتو نگی بخ بره تو ازدواج بیچاره شه اینا نیست اسلام دین منطق و عقلانیت دو تا چهار تاش حساب کتاب داره مرسی هنم. ما بعد چیکار کنیم ما باید بهشت بسازیم بریم ببینیم بهشت چه شکلیه لا یسمعون در اونجا شنیده نمیشه فی حال لغم ولا تعظیم اصلا حرفش لغو و چرت و پرت اونجا شنیده نمیشه چرا شنیده نمیشه چون تولید نمیشه الا قیلا سلاما سلاما ما حرف خوبه لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا سوره نبا نه حرف لغوی گفته میشه نه کذاب نه دروغی لا تسمعوا فیها لاغیا تو اونجا حرف لغو نمیشنوی چرت و پرت نمیشنوی و بعضی اصلا هست میگه موتاد شدن دیگه مثل این خانوم بودن قدیمان آپارتمان ها اینا فرنگوی خورده اینا رو جمع کرد دوربین ها مدار کوچه بودن میشستن توی کوچه آقا از صبح که اینا شوهرش شو میفتن سر کار تا از سر کوچه رو میدن داره میاد گی میزدن میرفتن خونه آی از صبح دارم ظرف میشورم جارو میزنم فلان میکنم چی, چی می میگفتن یعنی اینا فکر میکنی اصلا اون موقع ما, ما یادم بچه بودیم مثلا تو کوچه بازی میکردیم یکی از اهداف من تو شوت کردن اینا بودن میزدم جمعشون رو میریختم بهم سبزی میخواستم با کیا همونجا دور هم میشستم آقا شون بیان غیبت کردن آقا تو میدونی غیبت میگه آره دیگه میشنیدیم دیگه کنارشون داشت رد میشه این دختری رفته آقا این این چی راستی میاد میره خونه اینا برای چی میگن دور مدار بسته ببین تو این دزدی ها این چیزا که پلیس میرفت اولین کسا که میرفت سوال میپرسید همینا بودن میرفت همسایه ها میگفتن آمارشو داره این مثلا به پای محله این این آنتن محله برید از این بپرسید مثلا میدید یه خاطره رو 20 بار تعریف میکنه پی راست ماجرا یه بار دیگه تعریف کن این یعنی چی یه بار دیگه یعنی اعتیاد داره بود میخواد فقط یه حرفی بزن یه حرفی بشنوه بخندن نشه کنن نشگیش کمه مثل مواد مخدر نیستش خیلی جدی باشه اما یه سرخوشی میاره دوپامین ترشح میشه خوشت میاد اینه ای بی ندارن دوم خواست سرخوش باشه دنیا بیچارت میکنن قشن میبرن رو چال سرویس اساسی الله خود دانی آره عزیزم شهوت سخن ما رو نابود میکنه ما باید ببینیم چقدر گفتارمون محتوا داره چگالیش چقدره چقدر به شنونده کمک میکنه حالا از فردا اینا ناییم. لال بشیم هیچی دیگه نگیم نه مردم برای اشتباهی میکنن باید بهشون بگی امر معروف کنی حرف حساب بهشون بزنی جهلو برطرف کنی اطلاعات درست به مردم بدی اونطور نه اینکه در مورد بیمالای بی که به علم نه اینکه در مورد علم نداری نه این, این جوریه خب بگو به نظر من این جوریه. بنز گردن یکی دیگه اینا میراده من لم یحسب کلامه هر به حسابش به حساب نیاره کلامش جز اعمال من عمله کلامش تو عملش به حساب نیاره کثرت خطایا و حذر عذابه لغزش هایش بسیار و عذابش نزدیکه حالا خدای من نمازار کجوکولا خونم ببخش ارحم و روامینه چجوری میخوای یه نفر بسرش قیبت کرد اونه گیره بر یک قرون سباب جاش بهتر میشه جاش بالاتر میره چجوری میخوای ازش زد بگیری با هم بازم تاکید میکنم میگه نه فامیل میشناسدت نه بابات میشناسدت نه مادرت میشناسدت نه بچه ها مالا ولا بنون نه پولت به کار میاد یه اینا عزیزترینان دیگه هیچ کدوم خودت یا حرفایی که زدی اعمالی که خیلی خطرناک و من الناس من یشتری لحو الحدیث بعضی از مردم اصلا دنبال یشتری ما... چیزم کاسبن مشتری از همین ریش هست دیگه خب اینا مشتری فقط حرف چرت و پرت حرف له لیذل عن سبیل الله به غیر علمن تا مردم رو از روی جهل و نادانی از راه خدا گمراه سازند ببین چی جوری داره در صحبت میکنه بسیاری از این برنامه تلویزیونی در همین کارا رو آره دیشب دیدم که گفت آقا چطور سریالا گفتی سریال مزخرف زد سیما همه سریالاشو نگفتم سریالی که ما رمزون بخشش پخش میشه رو گفتم یه سریال از یاور خاور چیه این که همون ستایشه من نمیدونم همون همونه یعنی همون بازیگرا هم رفته برده همه رو جمع کردن دوباره آوردن یه بار دیگه ستایش ببینیم ورژنش من لباساشون رو عوض کردیم بعد همون تم همون داشمشتی آیدارش ارجمنده بعد پسرش خنگه دوتا زن میگیره زن دومی دو پدر سوخته است میخواد مالو بالا بک ستایش مگه همین نبود مالو خیلی نگونه که من برداشتم این این بود والا چیزی که من فهمیدم و با نوش نوه رابرتش خوبه چی خیلی اتفاق مهمی دوباره اینا آره رو ای تکرار میم هم رو بذارید دوباره ملت برن آی فیلم ببینن بوجه بیت المال چیزی به درد مردم بخوره یا یکی چه میدونم حالا در مورد این سریال این جنم که خیلی روی احزار روی اینا خیلی قضاوت که قضاوت بی نکنه اگر این پسره یعنی که کرونا تشخیص میده خب اگر این حالا من چند شبیم هم هستش که دیگه لایب هم شروع شده همین هم تایم همین سخنرانی ما نتونستم سعادت نداشتیم نگاه بکنیم خب اگر این واقعا روح باشه این ایراد داره یعنی اصلا غلطه خب اما اگر این باشه شاید سریال بسوزیم ما با این خب اگر این باشه که این نه جن باشه خودش در شکل روح داره میاره تو جلسات احزار خب آره این میتونه درست باشه اونجا هم باز یه سری حرف هستا چطور یه جن میتونه برای یک آدم مؤمنه اینجوری حاضر بشه اینجوری نیستش کسی که برای هر کسی نمیتونه این کارو بکنن من سخنرانی رمالی و جنگیری بود موزل بررسی نقد بر رمالی و جنگیری اونجا مفصل صحبت کردم یه مستندی هم ساختن حالا منم یکی از کارشناساش بودم اونجا صحبت کردم این اینجوری نیست خب نبینم. اون بچه مهندس هم که همینجوری میره دیگه 4 و 5 و 6 و 7 بازیگر بازیگرا عوض میشن همینجوری میاد اصلا بابا دیگه بابا تش تهش میخواد چی بشه چی رو میخواین نشون بدید خوب ها حالا مثلا ما بگم حالا این سری از برنامه مثلا برنامه اینترتینمنت مثلا میان اونجا میسن میخواد بگی تهش که چی ایه. که چی میخواد دیگه میان میسن چهار نفر مثلا چی میگم خوبه ها مثلا یه وقتی از همون گرفت بگم خوش بریم حالا اگه به خندم باز منجر بشه خنده دارم نیه تشخیص میده که اون داره چی میگه سمه مازا بعدش چی که فکر کنید بعدش چی یا خیلی از این برنامه های گفتگو محور تو پرت دارن حرف حساب بخورده مدلت اینجا والا میان پرت به هم دیگه میگم میان با شما هم دیگه حرف میزن میگن میخندن میگه دعوت میکنم میگه آ بیا کم بگه بیوک. تو تا... خب بعد چی شو تو زنگ گرفتی بعد حالا کیا رو میارن یارو میاد میگه آره این چهارم این طلاق چهارم میرم طلاق دادم الگو اجتماعی بسیار مناسبی هستید شما مثلا فلان آقا نمیخواد ازدواج کنه نه الان تو 5 و 6 سالگی به این نتیجه هنوز نرسیدم فکر میکنم هنوز بچه‌م نمیتونم ازدواج بکنم یارو بابا اینا کیان ور میدارید میاد الگو اجتماعی معرفی میکنید خودتون میارید اینا رو الگو اجتماعی معرفی میکنید میتونید جمعشون کنید اصلا سیاسیش کارن مرده شور ببره اصلا این بحث سیاسی رو یه اجتماعی بچه با... نگاه میکنه بچه بود برم کن برای چی؟ برای اینکه پارادایمه نیست دوش. یه مسابقه دارم با ماهواره میدن سر جذب مخواد همین برنامه همه کپیه دیگه دیدید اصلا دکوراشون هم کپیه شما بریم برنامه آی مدیری کپی برنامه هندیه بود خب همین اخیرا که بمب خونسا میکنن که صاف از اسرائیل رفتن ورداشتن آوردن شبکه اسرائیلی گزارش داد گفت از ایران خوششون اومده از برنامه ما اومدن همون شکلی آوردن بابا یه خورده خلاقیت یه خورده لا من نمیدونم یه خورده فسفور بسوزونید یه ایده خوب تری یه برنامه اوجوبه ها اون سیاپوسته تو آمریکا اجرا میکرد بر بچو همون اینا و حتی من یادم قفوریان آوردن سیبیل گذاشت یعنی حتی شبیه اون مجریه بشه یاد اون چیز افتادم چند بار گفتم اینا میرفتن اروپا وقتی برمیگشتن تو اون دوره قرب زدگی که یه قاجار شروع شد هم رفتن اروپا برمیگشتن میخواستن عکس بگیرن میگفتن هلو و بعد یه چیز بگی ای داشته باشه دیگه مثلا میگه سی پنیر چیز اونا چرا چون اون انگلیسیه که عکس میگرفتن گفته سی پیچ بگید هلو پیچ به انگلیسی هلو میشه پیچ اینقدر یارو شورش نمیکشید که برمیگاش ایران هولو رو ترجمه میکرد فارسی نمیفهم هرچی هر چیزی اینجا ایب داشته باشه میتونم بگم سیب بگم چیز بگم پنیر بگم خب این همونو میگه هولو لبا قنچه است عکسا این بدبختی دیگه خود خلاقیت داشته باشید بعد همینا برای ما رئیس جمهور تعیین میکنن انان مملکت خود نوش جون مردمی که انانشون میدن دست اینا نوش جونتون با سواداشون کار ندارم اما آدم با سوادم توشون هست همه جا همه قشر باسواد سواد است بی سواد است آدم منصف هست آدم صرفا میگه ما سر درم من مسئله سیاسی چی اصلا مشکل ما الان اینه که یکی از مشکلات اساسیمون چیه چرت و تو جامعه زیاد شده و خریدار داره تو طرف میاد راجع مثلا چه میدونم بین یه نفر برم داری میاری تو زندگیش موفقیت عجیب به دست آورده خب خیلی یکی برایشان بودن صرف معروف بودن یاد روزمرگی های خودشون مزخرفات خودشون بخورده مردم ده مردم پنجا میلیون ها دهنه ها دارن گوش میکنن بابا میفهمی وقت پنجا میلیون چقدر میارزه دارید میگیرید بعد الگوهای غلط حرفای غلط دارن یاد میدن مشتبه. هر کی میخواد باشه هر کی میخواد باشه میخواد آخوند باشه میخواد اون پیشه باشه میخواد فوتبالیست باشه میخواد مدا باشه هرکی هر میخواد باشه خطیب باشه سیاست مدار باشه هر کی حرف حساب ما شیعه امیرالمومنین هستیم امیرالمومنین میفرماد انظر الا ماقال با گفته کار داشته باشه بلا تنظر الا منقال با گوینده چیکار داری ببین حرف حساب هست اونه. یه برگه آچار رو زمین پیدا همه من رایفی گور برد این هر حرف, حرف حساب هستی نیست بیاید سریال بسازید وقتی برای چیزی که مردم مبتلا بهن به مردم درگیرشن اون چیزی که واقعا درگیرشن بیا سریال بسازید بیا سریال بسازید توش فرهنگ جا بندازید اهدای اوز خدا پدر تو بیامرز من چقدر تقدیر کردم جا تو سخنرانی من گفتم دم صدا و سیما و گرد همین همین آقایی که همین چیزو ساخته همین احزارو ساخته آیا افخمی یه سریال دیگهش پنج کیلومتر تا بهش بود این روها را میفتدن دوره میرفتن سلوکی رفته بود مخون دختره رو زده بود و خب خیلی خوب بود چرا؟ بخواه آقا فرهنگ اهدای عضو سیست کرد ما با این مشکل ندارم یا فیلمی که آیه ساخت سریالی که حسن گلاب بود چی بود؟ اهدای خیلی خوب خدا پدر فکر نکن منتقل مثلا کاری که خوب کردید نگفتیم مفصل گفتیم قبلا بیاید فرهنگ آقا الان اوزه هده. مسکن مردم مشکل داره بیا یه سریال بساز فرهنگ سازی کن مثلا سابخونه اگه واقعا میتونه چون ها بعضی محله درآمدشون اجاره شونه بنده خدا آقا این اجاره بالاتر نبره بیا فرهنگ سی یه سریال درست کن ایده ای که ما چند ساله دادیم الحمدلله یه خورده داره انتشارم هم پیدا میکنه که مردم اگه خونه خالی چیزی دارن به زوجا جوون بدن یه سال دو سال رایگان یا ارزون تر بشینن که خودشونو جمع کنن باشن برن بیاید اینو فرهنگ بکنید با ما آدم داریم برج ساخته فقط منتظر قیمت ها بره بالا بفروشه اصلا حوصله نداره بره اجاره جمع کنه که اونا رو اجاره بده یاد اینا فرهنگ بکنید نه کجا تو هم سریال بده اگه می‌خوای ستایش کپی بزنید بزنید لاقل این اتفاقاتوش توش بیفته اتفاق خوب این شکلی نمیگم الان تو همین سریال ها ما اتفاقات خوبی نیست هست اما یه مسئله رو بیارید برای عویم. مسئله اهدا عضو باری کلا میگن ایران هم چهارمی یا پنجمین کشور اهدا کننده عضو شد بعد این سریال خدا پدرتون رو بیارید اینو جا تو جامعه بابا الان مردم سرماش رفته تو بور سوخته چرا به این پرداخته نمیشه تو سریال های ما درسته حسابی چرا مردم و سواد اقتصادیشون رو در قالب یه سناریوی سریال بالا نبریم سواد اقتصادی مردم نباید افزایش پیدا بکنه و این حرف الزامن این نیستش که دو نفر گوینده شنونده همونجا مخاطب باشه مخاطب یعنی من حرف میزنم تو هم روبروم نشستی مال زمانی بود که این شبکه اجتماعی نبوده الان بخشی از این لغویات داره تو تلویزیون صورت میگیره تو شبکه اجتماعی صورت میگیره با فاصله صورت میگیره لایف صورت میگیره غیر لایف صورت میگیره ضبطی صورت میگیره اینم هم همینه آن من رایتی بور اینجا سخنرانی کردم این موند تا ابد تموم شد رفت این اعمال ما چرا نمیگم متقدم؟ برای اینکه وقتی بعد مرگ من هم اینا هست طرف این صحبت گوش بکنه بعدش انسان تر بشه بر من همون جور کر رو گرد کنتر میدازن سواب بسه یه حرف اشتباهی زده باشم یه بدعتی به وجود آورده باشم مردم به سمت گمراهی برده باشم پدر من اونور در میرم شما یه موقع است با یه نفر داری حرف میزنی و کار ماها خیلی سختره آقاین سیاسیون آقا این کمجی میشینی پشت درم توییت میزنید متوجه اینو میلیونی میبینم میمونه سالها بعد افراد دیگه هم گوش میکنه میشونم همین الان شاید متحدی سوتاش هست دارن گوش میکنم شریعتی سوتاش هست مرموم شریعتی دارن گوش میکنم خب یه خورده منظورم از گفته ایناست پیامبر میفرماد که اگر زیاده روی شما در صحبت اینقدر وراج نمی بودید <applause> ساده شو بخوایم بگیم زبون خودمون اینه و اختشاش دلهای شما نبود حتما آنچه من می بینم شما هم میدیدید و آنچه می شنوم شما هم می شنیدید چی میشنیده اگه حرف عادی مد نظره که هیچ اما اگه نه سخنان رو که بقیه یعنی حرف جبرئیل و میگه بینید چی اینجوری رو کرده همین اصلا. بس که فقط دارید ب... دو سه جلسه پیش چی گفتم گفتم ما برده هورمون به خاطر اونها کار میکنیم این پر حرفی چه نعمت بزرگی رو داره از ما میگیره و چطور رابطه ما رو با عالم غیب داره قطع میکنه حالا تو همین مرتضام هستی که مثلا میرن یه گوشه عزلت میشینن کمخوری میکنن و به کسی حرف نمیزنن نگفتم برای بریم نه اسلام دیگه منطق و عقل تو جامعه بچرخ زندگی کن لذت ببر کل و و بخورید و بیاشامید اما دلگی نکنید فسیر و فلارض برید بچرخید اینور این دنیا رو ببینید اما حرزگی نکنید خب از میکنم سرتون درد آوردم ان بقیه عرایزم فردا اون به شرط حید عمری باشه خدمتتون هستم مکتی دارید انتقادی دارید پیشنهادی دارید از طریق مؤسسه میتونید خد... بفرمایید ما خدمت شما عزیزان هستیم تاجیل فرج امام زمان ان خداوند همه ما و شما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان جل الله قرار بده